سلام، وقتتون بخیر باشه. هیئت‌های مذهبی در ایران مراسم‌های خودشون رو امسال چطور برگزار کردن؟ این موضوعی که شاید خوب باشه دور مرورش بکنیم، ببینیم چی داره اتفاق میفته. از یه طرف یه سری اتفاق خوب داره میفته، رسانه‌ای نمیشه. از یه طرف یه سری فیلم دیگه داره منتشر میشه، این فیلم‌ها ذهن رو درگیر میکنه. آقا اینا دارن چیکار میکنن؟ چجوریه؟ آیا واقعیت اون چیزی که اتفاق میفته اینه یا نه؟ می‌خوام یه مرور داشته باشیم، ببینیم که فضا الان دقیقاً در داخل کشور ما چه شکلیه و این مراسم های مذهبی به چه شکلی داره برگزار میشه. اول یکی دو تا عکس میخوایم ببینیم از یه هیئت. این تصویری که مشاهده میکنید مربوط به جایی هست که ما در طول روز بهش میگیم پادگان ارتش، پادگان ارتشه. و به خاطر اینکه هیئت‌ها بتونن فاصله گذاری شمایی رو رعایت بکنن، چون طبیعتاً در داخل حسینیه خیلی رعایت پروتکل کار سختیه، شما برای اینکه بتونی یه هیئت رو برگزارش بکنی و آن کسانی هم که میخواهند بیایند پروتکل ها رو بتونن واقعا رعایت بکنن، لازم است که یک فضای وسیع در اختیارشون قرار بدی. این جایی که دارید مشاهده میکنید فضایی هست که هیئت محمود کریمی داره برگزار میشه، یک محوطه بسیار وسیعیه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی. یه اتفاق چند روز پیش توی این هیئت رخ میده که خیلی مرتجه کاربری شبکه اجتماعی قرار گرفت. اگر اشتباه نکنم ماجرا این شکلی بوده که محمود کریمی متوجه میشه که یه سری از کسانی که داخل هیئت هستن با رعایت فاصله اجتماعی جابجا میشن، مثلا طرف میاد جلوتر میره عقبتر ولی فاصله اجتماعیشو رعایت کرده. خب طبیعتاً همین تردده هم میتونه داره بحث بشه دیگه. اینجا محمود کریمی یه نکته میگه، یه بحثی رو مطرح میکنه که این بحث بخشی از یک ویدیو میشه. من میخوام این ویدیو رو ببینید، چند تا نکته هم روش دارم خدمتتون عرض میکنم. اگر کسی این جلو میشینه از دوستان هم اگر هست کاری نداره باید همون اول بیاد بشینه. اینجا جای فکر نکنی خالی، جا اضافیه، اینجا قرار نیست کسی بشینه. همون که دوستان بلند میشن یه نفر یه قدم بیاد جلو شرعاً مسئوله. نمیگم، نمیتونم بگم ما میگیم آقا بفهمو از جلسه برو بیرون، نه ما کاری نیستیم. یه نفر یه قدم بیاد جلو یه قدم بقیه رو به دردسر نزدیک میکنه جلسه. یه نکته دقت بکنید، این کسانی که دارن میگن فاصله های اجتماعی رعایت بکنین و دارن تاکید میکنن که یه قدم جلو نیاید، جلو نیاید، سر جاتون وایسید، همون کسایی هستن که دو سه سال پیش وقتی مراسم برگزار میکردن تاکید میکردن که جمعیت یه قدم بیاد جلوتر که اون کسانی که بیرون هستن هم بیان داخل. دقت کنین چی شد، یعنی محدودیت رو انقدر برای خودش جدی گرفته و انقدر داره تلاش میکنه که خوب برگزارش بکنه، عده‌ای نتوانن به خاطر این عدم رعایت بحثی رو مطرح بکنن، فضایی رو به وجود بیارن که از اون چیزهایی که قبلا میگفتن رسیدن به این نقطه که آقا حالا اینا رو رعایت بکنید و این مسئله در نظر داشته باشید. ادامه ویدیوش رو هم ببینیم. محسن به درد سر نزدیک میکنم. اگر شرایط اینطوری باشه که موقع شروع گرفتن اینو یکی آدم ها رو بیاد جلو و من آشنا شم و من پسرم میشم و من کیاکم، من همونجا سینه زنی رو قطع میکنم، همارمشون رو دعا میکنم میرم، چون من تابع عوامر آقا هستم. تابع یه نکته رو دقت بکنیم، میگه من تابع اوامر آقا هستم، تابع اوامر رهبر هستم. ادامهش هم فکر کنم همین داره میگه. یه لحظه تمرکز بکنید روی جمله. اوامر ولی امرون هستیم، تابع خواسته بعضی دوستان که حال به خاطر شور و هیجانه دیگه. ولی ببین یه سوال همیشه برای من پیش میومد و اون سوال این بود که اگر بخشی از جامعه ما مطیع رهبر جامعه باشن بدون چون و چرا، این برای ما خوب هست یا بد؟ نه اینکه رهبر رو دوست داشته باشن، نه، مطیعش باشن مطلق. مثل همین جماعتی که میبینیم مطیع واقعی شما، میخوام بگم اینا رو حالا جماعت های گروه های دیگه که دارن از این اسم سو استفاده میکنن، از واژه ولایت و این استادان با اونو کاری ندارم، واقعی هاشون که واقعا مطیع این کاراکتر و این شخص بودن کسانی هستن که به خاطر حرفش و به خاطر هدفش تا لحظه آخر تو سوریه و عراق جون دادن دیگه، ایستادن، استدعی کردن. اینکه یک عده در جامعه ما پیدا بشوند که اینها به طور کامل مطیع رهبر باشن، این خوبه یا بد؟ ما از این جنس آدم باید خوشمون بیاد یا بدمون بیاد؟
ویدیو از محمود کریمی دیدیم، یه دونه دیگه از سلحشورم خواهیم دید، یکی دیگه از مدها، بعد همین رو می‌خوایم بررسی بکنیم. فقط به طور خلاصه یه چیزی بگم، تو شرایطی که در بین هیئتی‌ها هستن عده‌ای، در بین هیئتی‌ها هستن عده‌ای که این عده تأکیدشون بر اینه که آقا این هیئت رو باید برگزارش کنیم دیگه، اصلا چرا برگزارش نکنیم، چرا همه جا باز فقط هیئتمون واسه هر طور شده باید برگزارش بکنیم. این یه واژه میگه، میگه من چون مطیع اوامر رهبرم، چون یکی هست که اسمش رهبره، من اونو قبولش دارم، به خاطر حرف اون من اینو میپذیرم. دقت این چی شد؟ یک کاراکتر مذهبی که خودش ادعی هستن که از او اثر میپذیرن، میگه چون فلان اینو گفته، یعنی حتی اگر مخالف هست با خواسته خودش، چون خواسته خودش اگه بخواد اجرا بشه که الان هیئتش رو برگزار میکنه تو همون حسینیه که داشته، تو همون جایی که بوده پرشور هم برگزار میکنه دیگه، غیر اینه. ولی داره میگه چون این شخص گفته، پس من احساس میکنم در جامعه مذهبی ما، دقت بکنید، یه عده در جامعه مذهبی شما دارن تلاش میکنن که مذهبی های شما از شخصی به نام آیت الله خامنه ای که الان علمدار این کشور هست جدا بشه. این اتفاقا آسیبه. بر چه اساسی میگم آسیبه و بر چه اساسی میگم برای کشورشون خطر آفرینه؟ بر همین اساس، اون مذهبی که میلش یه چیز دیگه است، اصلا دوست داره یه جور دیگه رفتار کنه، ولی ادعاش این هست که مطیع این آقا هست، مطیع آقای خامنه ایه، داره میگه که من این شکلی برگزارش میکنم چون آقای خامنه ای گفته. اصلا خودم نگام یه چیز دیگه است، کرونا هم برام مهمه، چون این آقا گفته این شکلی برگزارش میکنم. بریم بررسی کنیم آنهایی که در طول این سالها متأثر از فضاسازی هایی که انجام شده، مذهبی هستن، هیئتی دو آتیش هم هستن، ولی ولایت محور نیستن. اونا چجوری برگزار میکنن؟ اینا چه شکلی برگزار میکنن؟ نمیدونم نکته رو تونستم بهتون برسونم یا نه. اون چیزی که میخوام بگم اینه، اتفاقا اگر در جامعه ما عده‌ای باشن، این عده به معنای واقعی کلمه، نه شوآف، نه ادابازی، نه برای اینکه منفعتشون رو ببرن یا کارشون رو جلو ببرن، اگر عده‌ای باشن که این عده از مذهبیای ما به معنای واقعی کلمه مطیع رهبری باشن، اتفاقا به نفع ماه. یه بار دیگه صحبتشو گوش بدیم ببینیم اینطور هست یا نه. منم میرم چون من تابع اوامر آقا هستم، تابع اوامر ولی امرمون هستیم، تابع خواسته بعضی دوستان که حال به خاطر شور و هیجانه دیگه، ولی آدم امام حسینی، دوستان امام حسینی حواسشون جمعه که الحمدلله من مطمئنم حواستون جمعه. این شبای گذشته جلو نیومدیم، امشب هم یه خورده فاصله ها رو باز بیشتر کردیم، هم جایی که هستین انشالله عرض ادب بکنیم و حاجاتمون برآورده بشه، شر این بیماری هم کنده بشه انشالله. اینو داشته باشیم، یه ویدیو دیگه هم ببینیم. این ویدیوی دوم که برای شما پخش میکنم، این واقعیت هیئت مذهبی ایران واقعا نیست، یعنی اکثریت جامعه مذهبی شما داره این مسائل رو رعایت میکنن، ولی با توجه به اینکه این ویدیو پخش شده در شبکه اجتماعی و من میخوام یک محتوایی به شما ارائه بدم که همه داستان درش باشه، یه وقت بخشی رو سانسور نکرده باشم، وظیفه خودم میدونم که این ویدیو رو هم پخش بکنم. باز یادآوری میکنم، حقیقت جامعه مذهبی شما نیست، اکثریت جامعه مذهبی شما این روزها رفتار دیگری دارن که بررسی خواهیم کرد، اما آسیب‌های هم وجود داره. یه نمونهش این ویدیو هست، ببینیم توضیحاتی رو در خصوصش خواهم داد. خب من ببینم تنظیمات اینو درستش بکنم که درست برای شما پخشش بکنه. آها خیلی خب، ببینیم این ویدیو رو. اون موقع من میخوندم، اگه قرار بود کسی مریض میشد من بودم، الان دومین سالگردم و دیگه ول کنید این چرت و پرت رو، زیر خیمه امام حسین این خبرها نیست، اینجا مرده زنده میشه. خیلی خب، این ویدیو رو دیدیم، خیلی هم مورد توجه برخی از کاربرها قرار گرفته بود، به همین بهانه که خب یک نفری پیدا شده است داره حرفی، خلاصه حرفی که میزنه اینه که آقا مثلا بحث کرونا و اینا رو برامون مطرح نکنید و اینکه ما به همین سبک برگزارش میکنیم و اصلا توی داستان هیئتمون و مذهبمون و اینها هم همچین چیزایی رو به اصطلاح رسمیتی براش قائل نیستیم. خب این تو شبکه اجتماعی منتشر شده بود، بعضی هایی که امام حسین را از دور میبینند و امام حسین را از دور میشنوند و امام حسین را از دور میفهمند، حس خوبی نسبت به این ویدیو نداشتن. چرا این جنس از ویدیوها، باز یادآوری میکنم با اینکه تعداد این جنس از اتفاقات زیاد نیست، ولی چرا داره اتفاق میفته؟ یک بخشش من به اینا حق میدم،
چون یک تبعیض رو به طور کامل احساس کردن. شما زمانی که تبعیض در جامعه اتفاق بیفته، تو حوزه فرهنگ باشه، تو حوزه اجتماعی باشه، تو حوزه سیاسی باشه، تو هر حوزه‌ای باشه، این تبعیض یه جای خودش نشون میده. اینها به طور کامل در طول این سال ها به این جمع‌بندی رسیدن که عده‌ای در ستاد ملی کرونا آمده اند، همه چیز را باز گذاشتند، سینما رو باز گذاشتند، بازار رو باز گذاشتند، فقط هیئت‌ها و مسجد بستند. اصلا با مثبت یا منفی بودن این داستان کاری نداریم. زمانی که شما حس تبعیض بکنی، زمانی که شما احساس بکنی حقت داره خورده میشه، یه جای خودت رو نشون میدی دیگه، یه جای رفتاری بروز میدی که اون رفتار ممکن هست رادیکال باشه و هزینه ساز باشه. این تا اینجا کار، این نکته که من یادآوری میکنم، اون چیزی که من خود داره انجام میده، یعنی این فضای سنگینی که برای اینها پیش اومده تا یه حدودیش برای ما قابل درکه. ولی یه نکته رو میخوام بپرسم از دوستانی از این دست، و اون نکته اینه، خب شما طبیعتا خودتون میدونید که بازخورد این ویدیویی که از شما پخش میشه مثبت نیست در جامعه، و بخشی از جامعه که تازه میخواهند بفهمن که حسین خوب است یا بد حس خوبی نسبت به این ندارن. من سوالم از این دوستان اینه، رفقا شما قرار هست به سمت، بذارید یه جور دیگه بپرسم، کدوم یکی از این دوتا رو میپسندید؟ به سمت امام حسین حرکت بکنید یا عده‌ای را به سمت امام حسین حرکت بدهید؟ کدومش جذاب‌تره؟ کدومش بهتره؟ کدومش برای جامعه امروز ما خوبتره؟ شما اولیار داری انجام میدی، خود راه افتادی به سمت امام حسین. حالا مشخص هست اینم باید بررسی میشه که مسیری که ما به سمت امام حسین میریم واقعا به اون مسیر منجر میشه. من دارم با ادبیات مذهبی صحبت میکنم، خیلی از دوستان من که مخاطب هستن ممکنه تعجب بکنن. با ادبیات مذهبی این مسیری که داریم میریم واقعا به امام حسین منجر میشه یا نه، خودش یه بحثه، با این کاری ندارم. ولی به سمت امام حسین برویم یا ایده ای رو به سمت امام حسین بیاوریم؟ سوالم رو بذارید کامل تر بکنم. فرض کنید که امام حسین تو کربلا است، مثل امروز روزی که کرونا اومده است و جامعه درگیر، امام حسین وسط میدان کربلا است، شما هم تو کوفه ای، امام حسین به شما میگه که برو تو کوفه برام لشکر بیار. الان رفتار شما لشکری را برای او میآورد؟ یعنی عده‌ای متأثر از رفتار شما داره خوششون میاد، در شبکه شما وقتی اینا رو میبینن میگن که چقدر داستان قشنگیه، یا نه گارد پیدا میکنه نسبت به او. ساده ترش بکنم، اگر کربلایی برپا شده بود، اگر امروز عاشورایی بود و اگر او به یار نیاز داشت و اگر شما رو میفرستاد میگفت برو تو کوفه برای من یار بیار، این رفتار شما، این ادبیات شما به آوردن عده‌ای به سمت اون منجر میشد؟ یعنی 72 نفر اون 72 نفر وسط کربلا رو 720 نفر میکرد، یا نه تعدادش رو، ریزشش رو بیشتر میکرد؟ فکر کنم حس ها رو نسبت به اون منفی ممکن بود بکنه دیگه، گارد ممکن بود نسبت به او به وجود بیاره. فکر کنم این چیزی است که رفقای ما باید یه مقدارش فکر بکنن، یه مقدار حساب شده تر باید رفتار بکنن. باز یادآوری میکنم، در آخر زمانی که او نیاز به یار دارد، رفتار شما برای او داره یار میاره یا عده‌ای را نسبت به او حساس میکنه؟ این موضوعی است که فهم کنم همه دوستان باید بهش فکر کنن. یه ویدیو دیگه ببینیم، آیه سلحشور از مداهایی هست که مراسمش رو برگزار میکنه، بعد با رعایت فاصله اجتماعی، بعد به این جمعنده میسته که آقا بیام یه کار دیگه بکنیم، با رعایت فاصله اجتماعی تو حسینیه، تو مثلا سقف بلند، همه چی رو رعایت کردیم، داریم برگزار میکنیم، بذاریمش کنار، بریم تو یه محوطه باز و یک فضای وسیع‌تر اونجا برگزارش بکنیم. حالا ببینیم ویدیوشو، اینجا نکاتی رو در هم خصوص مطرح میکنه، خالی از لطف نیست دیدن این ویدیو. مستحضر هستید که ما تو حسینی هم که بودیم پروتکل ها رو کامل رعایت میکردیم، سقفش بیش از 5 متر، 2300 نفر تو فضای 700-800 متری پایین بودن، قریب به اتفاق جمعیت ما هم بیرون بود. حالا تمام اون پروتکل ها رعایت میکردیم، اما وقتی احساس کردیم که بیرون بیاییم و در فضای باز امنیت شما بیشتر تأمین میشه، سلامتی شما بیشتر تأمین میشه و رضایت قلب رهبر عزیزتر از جانمون اینطوری بیشتر تأمین میشه، به جان و دل سختی هاشو خریدیم، اونایی که هیئت گردونن. یه نکته دیگه، باز دقت کردین چی گفتم؟ تو ویدیو محمود کریمی هم گفتم، یه سوال پرسیدم، آیا اینکه عده‌ای در جامعه ما به معنی واقعی کلمه شعاف، نه یه سری لاشخور داریم، اینا از اسم ولایت و رهبری اینا استفاده میکنن، منفعتشون هم دارن توی مملکت جلو میبرن، انقدرم ریش دارن، یقه هاشون هم سفیده، خیلی هم خوب کاری داره جلو میره، با اونا کاری ندارم، با لاشخورها کاری ندارم، با اونهایی که حضرت آقا حضرت آقا میگن ولی به وقتش هزینه ساز میشن، با اونها کاری ندارم. اگر سوالم اینه، اگر عده‌ای به معنی واقعی کلمه، به معنی واقعی کلمه مثل این چیزی که اینجا دیدیم در جامعه مذهبی شما به این جمع نیرسن که باید مطیع اون کاراکتری که بهش میگیم لیدر، مطیع اون باشن، خوبه یا بد؟ تو بحران کرونا داریم میبینیم دیگه، طرف میگه که آقا من به خاطر اینکه این آقا گفته اینو رعایت میکنم، باب میلش هم شده باشه، میگه چون این گفته اوکی من میپذیرم،
یه بار دیگه ویدیوشو ببینیم. شما بیشتر تأمین میشه و رضایت قلب رهبر عزیزتر از جانمون اینطوری بیشتر تأمین میشه. به جان و دل سختیاشو خریدیم. اونایی که هیئت گردونن میدونن چه زحمتی داره که یه هیئت رو از یه مکان توی یه مکان دیگه منتقل کنی تو یک روز. این نکته که داره میگه نکته خوبیه. اون کسانی که کارشناس مسائل نظامی باشن میفهمن من چی میگم. یکی از چیزایی که آمریکایی‌ها باش چالش جدی داشتن هم توی عراق هم توی افغانستان این بود که یه لشکر نظامی رو با ساز و برگش باید مثلا از فلان نقطه باید منتقل بکنی فلان جا. تایم هم برات مهمه. بعد اینکه مثلا تو بتونی توی یه بازه زمانی مثلا دو سه روزه اینو انجام بدی، تو هنر کردی، تو یه آدم خیلی خفنی هستی در حوزه نظامی، همه باید بیان آفرین بگن، سر تعظیم به سمتت فرود بیارن. در دو سه سال اخیر بین مذهبی های ما، بین حزب اللهی های ما و بین انقلابی های ما، به خصوص بعد از زلزله کرمانشاه که همزمان با اربعین بود اگر اشتباه نکنم، اگر حافظه من رو یاری بکنی، که موکب ها اگر یادتون باشه یه حادثه بود که موکب ها بلند شدن اومدن یاریگر مردم شدن. خب اینو شما داری یه تمرینی انجام میدی بدون که خودت بخوای. اینجا این بهش اشاره کرد، یه هیئت و یه لشکر رو با ساز و برگش یه روزه اومدن منتقل کردن یه جری. خب خیلی کار بزرگیه، کار هر کسی نیست. و این جالبه که شما در حوزه مردمی نظامیت به کنار، توان نظامیت اینو بکنار، در حوزه مردمی داری همچین چیزی رو تست میکنی، تمرین میکنی و آمادگیت رو بالا میبری بدون اینکه خودت بخوای. ادامه صحبتش رو ببینیم. بسیار کار طاقت فرسای این جمعیتی که دارید میبینید. به جان و دل خریدیم، به عشق رضایت رهبر عزیزتر از جانمون و برای سلامتی شما. روزه رو که نمیشه تعطیل کرد. اگه میشه روزه رو تعطیل کرد، کور خوندن اونا که فکر میکنن روزه ماموسه رو ما تعطیل میکنیم. پنج نفر هم باشیم تو خیابون، گوشه خیابون وایسیم، روزه ماموسه رو میخونیم. پنج نفر هم باشیم راه بریم یه گوشه ای بریم بیابون هم باشه میخونیم، روزه ماموسه نمیشه تعطیل کرد. خیلی خوب این ویدیو رو هم دیدیم، تأثیرش رو واسه روزه دیدی؟ یعنی میگه که اصلا من سر این با کسی شوخی ندارم، حتما باید انجامش بدم، ولی چون یه کاراکتری هست من اون رهبر که من اون رو پذیرفتم، میپذیرم که به این سبک به خاطر اون برخورد بکنم. من روی این قضیه دارم مانور میدم به خاطر اینکه میخوایم با هم بررسی بکنیم ببینیم که آیا ترویج دوست داشتن این آدمه و تبعیت کردن از این آدمه، اگه بتونیم آسیب هاشو برطرف کنیم، میتونه برای جامعه ما مثبت باشه یا منفی. خیلی خوب بریم چند تا ویدیو ببینیم اگه موافقید. ببینیم که بذارید اصلاح بکنم، چند تا عکس ببینیم. این تصویر که مشاهده میکنید مربوط به آقای مهدی رسولی هست، از مداهای جوان کشورمون که شناخته شده هم هست و هیئت خودش رو داره توی خیابونها برگزار میکنه. خانواده شهدایی رو شناسایی کرده، هیئتش رو با یه تعداد محدودی آدم میبره در مقابل اون خانه ها که هم مراسم برگزار بشه، به اصطلاح همون مراسم متوقف نشه و همین که رعایت پروتکل ها رو انجام داده باشه و هم در چهارچوب مذهب خودش و تفکر خودش اون مراسمی که براش مهم هست رو به نوعی پاسداشش رو انجام داده باشه. تصاویرش رو مشاهده میکنید، تصاویر مربوط به برگزاری هیئت ها در مقابل منزل شهید. اما اون چیزی که من خیلی دوست داشتم با هم یه بار مرورش بکنیم، تصاویری است از هیئت هایی در اهواز، در اصفهان و در دیگر نقاط کشور که این هیئت ها اصلا کلا فعالیتشون عوض کردن. این هیئت مربوط به اهواز هست، اومده کلا هیئت رو متوقف کرده، تبدیل کرده به جایی برای دریافت واکسن کرونا. این مردم میرن هیئت واکسن میزنن، حرکت بسیار خوبی که ایشالله هم از اون کسانی که میروند قبول باشه، خدا قبول کنه، هم از اون کسانی که زحمت کشیدن این فضا رو به وجود آوردن. یکی دیگه از هیئت‌ها برای مثال توی اصفهان اومده بود، یک کاری انجام داده بود، گفته من تلاش میکنم که اکسیژن تامین بکنم برای اون کسانی که در بحث کپسول اکسیژن مشکل دارن. خب این اتفاقات خوبیه. جامعه مذهبی ما اگر بتونیم دعوتش بکنیم، اگر بتونیم تلاش بکنیم، اگر بتونیم در فضای رسانه‌ای به جای تخریب این بخش از جامعه که سرمایه ماست، این بخش از جامعه اگر خوب مسیرشو بره که داره میره، میتونه سرمایه کشور باشه دیگه. اگر بتونیم تشویقش بکنیم که این کار خوبا رو انجام بده، این حرکت خوبا رو انجام بده، این روند مثبت رو داشته باشه، به یاری خدا حرکت‌هایی که این دوستان انجام دارن میدن در راستای همون دکترین امام حسین که بهتون گفتم، میتونه یک کار مؤثر در جهت خدمت پرچم ایران باشه. اگر اجازه من این ویدیو رو همینجا متوقف میکنم. وقتتون بخیر.